من کاملا در خدمت هستم. ببینید بازم تاکید میکنم شاید کمی ناخوشایند به نظر برسه اصطلاح که خب من وظیفه ام است، من خب مادر هستم، من پدر هستم، من باید و پس وظیفه مادری پدریم چی میشه؟ خب من وظیفه هم هست که، یعنی به نظر بعضی ها یک حالت الزام و اجبار داره. حالا من اینو کمی روشن میکنم، کمی واضح میکنم که خدای نکرده دچار سوء تفاهم نشیم. قطعا و حتما طفل من و کودک من نعمتی است الهی که خدا به من داده و وظیفه من پدر و من مادر است که تمام توان من، تمام تلاش من برای به عبارتی پرورش دادن و تربیت کردن او انجام بدم. منتها نکته مهم ایست که تمام توان و تلاش من در حد یک مادر و در حد یک پدر. اگر خاطرتون باشه یک بار دیگه من معنی کلمه تربیت، تربیت یعنی جهت دادن استعدادهای فردی در مسیر رشد و توسعه. یعنی وظیفه این نیست که خب نوزاد من به دنیا آمده، خب این نوزاد که الان هیچ توانایی نداره، هیچ کاری کرده نمیتونه تا وقتی که مثلا مرحله به مرحله روش اولین نیاز ای، یعنی الان من میخوام یه جهت بدم، این قراره که خب باید به یک حدی از توانایی برسه که او زمان که توانایی رو خود بروز داد حالا من توانایی رو جهت بدم، من تا الان نیاز به فقط و فقط به مراقبت داره. طبیعتا در این کودک، در این نوزاد فعلا اولین وظیفه ایم است که چیکار کنم که تمام حواسم باشه که نیازهای ابتدایی و اولیه فیزیولوژیکی او، کما اینکه مثلا نیاز به پوشاک داره، نیاز به خوراک داره، تامین غذایی داره، ایره انجام بده. خب حالا این پس این مرحله انجام شد، کمکی کلانتر شد، حالا مثلا طفل من 2 سالش حالا زبان باز کرده، شروع کرده به گفتگو کردن. نیاز من این هست که حالا حرف او رو بشنوم، نیازهایی رو متناسب با حد درک او بشنوم، بعد نیازهایی رو خودم به تناسب ای که تجربه ما، آگاهی ما و اطلاعات ما و زمینه‌هایی که برای ما فراهم هست به عبارتی در یک فضایی اونا رو تجزیه تحلیل بکنم و بعد ببینم که خب حالا اگه کودک 2 ساله من از من فلان چیزه میخواه، آیا در حد توانم هست، برای او مفید هست، لازم هست و میتونم بعد او ارائه کنم. منتها از همین به عبارتی اگه 0 تا 2 سالگی رو ما در نظر نگیریم، از 2 سالگی به بعد اتفاق ناخوشایند شروع میشه. خب به مادری گفته میشه، مثلا شما شاید مواجه شده باشید که در اتاق طفلک باز میکنی، حالا اگر یک اتاق جدا، یک اتاق جدا داشته باشه یا خانه جدا داشته باشه، حالا اگر هم نداشت فرق نمیکنه، در رو که باز میکنی یک آن شما مواجه میشی با اتاقی که پر است از انواع و اقسام وسایل بازی طفل. از مثلا فرض کنی یک توپک، تو میبینی از این توپک سایزهای مختلف 10 تا 20 تا توپک های رقم برقم، جنس های مختلف. خب اینا چیز بچگک هم بازی میکنه، برای دختر میبینی از این کودک های اینقدر مثلا سایز کوچک شروع میشه، همینطور بلند و بلند و بزرگ و بزرگ و بزرگتر، از اینایی که نمیدارم کوک میشه، باتری میخوره، صدا میده و انواع و اقسام. خب اینا هم که خب بازی طرف میای میبینی که بعد یک وقت سوال میکنی از مادر عزیز، خب این همه اسباب بازی لازم بود؟ بچه حوصله سر میره، خب چه کنیم، وظیفه است دیگه. خب وظیفه است دیگه. جالب اینجاست که قطعا بینندگان عزیز ما که طفل دارن اینو میدونن که به شما برای یک بچه 4 ساله 3 ساله 5 ساله وقتی یک گودی جدید گرفتی، یک فلان وسیله بازی جدید گرفتی، جدید بودن ای، تازگی بودن ای و حرارتی حد اکثر نیم ساعت الی 1 ساعت است. اینا میره میگیره و بعد خب شیء بی جان دیگه، ایره ای وری ور کرد، مثلا جا به جا کرد، فرض کنیم مترک مثلا کوک کرد، ای حرکت کرد، رفت 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار، بعد خب نه اینکه بندازتش دور، ممکن البته بعضی ها همون لحظه رو خراب میکنن، 1 ساعت بعد دیگه واقعا با اصطلاح عامیانه جنازه ایشو باید بگیری، ولی خب فرض بگی، ولی دیگه اون جذابیت و تازگی رو نداره. خب اینو میمونیم کنار. خب ممکنه که هفته آینده شما بازی طفل آوردی به بازار، باز دوباره پشت مثلا فلان مغازه یا دکان یک چیزی رو دید و باز گفت اینمی موتر جدیدم. خب یک وقت میبینی که این تعداد موترا 1 تا 2 تا 10 تا 20 تا شد. نکته مهم دیگه این طفل ما، این بچه به سبب پسر 3-4 ساله ما الان دیگه اشباع شده به اصطلاح هست از با بازی. اتفاقی که میفته اینه که او جذابیت و تازگی آهسته آهسته چون تعداد زیاد میشه دیگه، یعنی تنوع زیاد میشه. خب بعد وقتی که به این مادر میگه که مثلا به نظر شما الان از این 10 تا موتری که بچه تان داره، جالب اینجاست که با کدومشون بازی میکنه، میگه والله با هیچ کدوم، همین تو این اتاق پر از اسباب بازی است و وسایل بازی است ولی بازی نمیکنه. گاهی وقتا یعنی اینمی اتاق ممکنه پر چه دختر باشه چه بچه باشه هیچ فرق نمیکنه، ممکنه پر از وسایل باشه ولی این میل به هیچ کدام نداشته باشه، سری بیایه به اصطلاح به دامن مادر گرفته و هی شروع کنه به ناله کردن، به گریه کردن، مادر بیا با ما بازی کن، مادر مثلا هی بهانه میگیره که بیا.
خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الان از این مادر میپرسن. جالب اینجاست که در بسیار از مواقع اینم قیمت اون مترک معادل با یک کالایی است که این مادر خودش لازم داشته. بله. یعنی مادر فلان چا زدن فلان چادر میخواسته، فلان مثلا فرض کنید دامن یک چیزی لازم داشته، یا پدر واقعا به یک چیزی نیاز داشته، میتونسته او رو بذاره یک جای دیگه. مثلا پدر نیاز به تفریح داشته، پول این مترکی خریده، پول یک مثلا فرض کنید تفریح دوستانه بوده، یعنی این مبلغ مثلا 250-300 میتونسته بگذاره مثلا یک روز با رفقاش بره، فرض کنید فلان میله یک نصف روزه رو مثلا خرجی حالا فرض کنید چیش باشه، ولی گفته نه باش که من با چه میره بخرم. خب کار خوبی است، لازمه واقعا، وظیفه است، ولی تا یک حدی. اگر مشکل کجا ایجاد میشه خانم بیانی، مسئله ایجاست که اگر هر زمان او تأکیدی که اول گفتم که متناسب با شرایطم، متناسب با نیاز طفلم و متناسب با این که آیا واقعا اینمی لحظه که این میگه واقعا نیاز 100% داره یا نداره، خب وقتی که این اتفاق میفته، من موتر اول خریدم، موتر دوم خریدم، موتر سوم که خریدم، بعد اولا این جذابیت اونها هر چقدر که تعداد بیشتر بشه جذابیتش کاهش پیدا میکنه. دفعه اول که اولین بار که شما موتر خریدین، ممکنه اون موتر 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، یک هفته بانه و تاق ایره هر کسی بیای دست نزنی، ایره بابایم خریده، ایره کاکایم خریده، ایره آجی بابایم خریده، یک گوشه میمونه و خیلی مراقب. ولی وقتی یکی شد دو تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، ممکن است در ماه این طفل سراغ اون موتر نره. خب چه اتفاقی میفته؟ توقع اطفالمون را بالا میبریم. یعنی دیگه ببینید اون لذت اولیه رو دیگه نمیبره.